همین که با افراد مختلف، مثلا با آقای طالقانی یا با آقای بازرگان یا با بنده یا با پدر من، ایشون روابط خیلی خوبی داشت و علایق داشت. حکایت از سعه صدر و وسعت مشربش میکنند و سعه صدر و وسعت مشرب در نظریات فقهیش هم وارد میشه، اثر خودش میذاره. و سعه صدر و وسعت مشرب ویژگی تمام مؤمنین نیست که با قرآن سر کار دارن. اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. والعصر ان الانسان لفی خسر الا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. والعصر یعنی قسم به عصر و زمانه، همیشه برای محکم کردن مطلب قسم میخورم. اینجا قسم برای تأکیده، ان برای تأکیده، جمله اسمیه برای تأکیده، لام برای تأکیده. والعصر قسم به عصر و زمانه، ان الانسان لفی خسر یعنی قطعاً انسان‌ها در ضرر و زیان هم. سرمایه عمر را که با یه ساعتش میشه انسان سعادت ابدی بر خودش بخره، سرمایه عمر را دست میدن، خرج لاطائلات را اینا میکنن. انسان پس انسان یه زن و مرد و هر دور هم میگیرد. این انسان خود زن باشه خود مرد باشه. قطعاً در ضرر و زیانم، خسران در تجارت این است که انسان سرمایه رو بده چیز گیرش نیاد، این بهش میگن خسران در تجارت. حالا چه سرمایه بهتر از عمر؟ انسان عمرشو میده و بر خودش وبال میخوره. الا الذین آمنوا، مگر اونا که اولا ایمان داشتن. میشد که یعنی اون حساسیت به وجود نمی اومد و شما بعد از امام زمام رهبری رو میگرفتید خیلی بیشتر. من هیچ وقت دنبال این که بخوام رهبر بشم نبودم. من اونی که وزیر فرموده من حالا بیدم مردم رو بکشم خلاف شرم بشه، برای که من خواهم بعد رهبر بشم. خب صد سال جا رهبر نشد. این بالاخره من اونی که وزیر فرموده انجام. یه تفاوت اصلی بین رفتار اخلاقی و سیاسی آیت الله منتظری
قبل از رسیدن به بالاترین مراکز قدرت و قبل از رسیدن او وجود داره. تا زمانی که آیت الله منتظری هنوز به قائم مقامی رهبری منصوب نشده، یک نظامی رو در رویای خودش داره که اون نظام رو با در نظر گرفتن اینکه نظام اسلامی میدونه براش مبارزه میکنه. ملاحظات دیگر مهم نیست، اما از زمانی که در معرض مسئولیت قرار میگیره، من این رو در بعضی از مسئولیت‌هایی که قبل از قائم مقامی هم با آقای منتظری داده شده بود می‌بینم، دیگه خودش رو به عنوان مسئول می‌بینه و با یک اخلاق مذهبی بسیار قوی باش برخورد می‌کنه. آقای منتظری از افراد نادری است که به همین علت هم به نظر من بیشتر در تاریخ خواهد موند که در مرحله نهایی ضابطه های دینی براش از ضابطه های سیاسی مهمتر بوده. بعد از جنبش سبز من تفاوتی بین ادبیات ایشون بعد از جنبش سبز با ادبیات ایشون در سال 67 و 66 از یک جهت نمی بینم. اونم این هست که ایشون در همون دهه 60 هم ادبیاتش مبتنی بر تأکید بر عنصر عدالت در اسلام بود، قضا و قضاوت اسلامی براشون به غایت مهم بود و برای آزادی عقیده فوق‌العاده احترام قائل بود. نگرانی ایشون تو دهه 60 این بود که چرا جلوی آزادی عقیده رو میگیرید، چرا به خاطر ابراز عقاید دیگران اونها رو به زندان میاندازید و اعدامشون میکنید و چرا و بر اساس کدام قاعده از قواعد عدل اسلامی این دادگاه‌ها تو دهه 60 برقرار شده، برگزار شده و احکام صادر شده و یا بدون دادگاه و روند قضایی افراد اعدام شدن و به زندان رفتن. مرحوم مدرس گفته بود دیانت ما عین سیاست ماست. ایده ای این دیانت ما عین سیاست ماست رو عبارت از این تلقی کردن که بنابر ملاحظات سیاسی میشه و دیانت رو متناسب با مصلحت سیاسی روز تعریف کرد. آقای منتظری در این سعی صفا مروه‌ای که در تمام عمرش داشت، این رو به تدریج به این ذات رحمانی دین رسیده بود، به این ذات لطیف دین رسیده بود که انسان بدون عقیده هم دارای ارزش است و به تعبیر دوست دربندمون آقای احمد زیدآبادی به سمت یک فقه مدنی داشت میرفت ایشون و درس‌های بزرگتری که در کلاس‌های ایشون هست و بایستی فرزندان ایشون و شاگردان ایشون باز بکنن این درس‌ها رو، در اون متدولوژی فقهی این درس‌ها میتواند بسیار راهگشا باشه برای پیروان این مشی فکری، این مشی اصلاح طلبانه در درون حوزه ها. مردان خدا زنده و مردشون خیله و برکته و در مورد آقای منتظری واقعیت هم همینه. ایشون گفت که علوون فی الحیاتی و فی المماتی. ایمان آوردیم کافیه؟ نه. و عمل و صالحات، کارهای نیکم انجام بده، نماز بخونم، روزه بگیرم، به فقرا، به ضعفا، به مؤسسات خیریه کمک کنم، بالاخره اعمال صالح. سالهای مبارزه، اولا جانشینی امام در این کشور، مدیریت و رهبری داخلی
انقلاب در دوران تبعید مرحوم امام در نجف، اینها همه نشان دهنده نوع رویکرد آیت الله منتظری به منافع و مصالح ملی است. مبادات سیاسی ایشون، زندان‌های پیاپی ایشون، تبعیدهای متناوب ایشون و در خود حوزه هم از نظر فقهی شاگردان زیادی داشت. خب در زمانی که در حوزه بود تدریس میکرد. مرگ آیت الله منتظری نشون داد که شخصیت‌هایی وجود دارند که فراتر از اندیشه‌شون هستند. در تشییع جنازه ایشون من طیف‌های مختلف فکری رو دیدم. کسانی که با ایشون هم عقیده‌اند، کسایی که نظرات متفاوتی دارن و کسانی که شاید با عقاید ایشون کاملا مخالف باشند. همچنین به یاد ایشون افرادی مقاله نوشتن که شاید مجموعهشون در هیچ زیر مجموعه‌ای با هم جمع نشن، ولی در بزرگداشت آیت الله منتظری همه به احترام ایشون به پای ایستادند و شاید بشه گفت در مرگ آقای منتظری مردم ایران گریستند. همونطور که در لابلای اظهارات ایشون هم در جای مختلف هست، ایشون حتی در دوره‌ای که معتقد بودن بهتر جنگ یا توقف پیدا کنه یا به شکل دیگری ادامه پیدا کنه، در چارچوب همین وضعیت جاری جبهه ها فرزندشون به جبهه رفتن و چشم خودشون از دست دادن، نوه‌شون به جبهه رفتن و به شهادت رسیدن و بسیاری از خیشان و بستگان و شاگردان ایشون در جبهه حضور داشتن و یکی از نمونه های بسیار بارز این نگاه و تفکر مدارسی بود که امروز تحت زعامت و نظر ایشون اداره میشد، که بنده اون روز این افتخار داشتم در یکی از این مدارس تحصیل میکردم و اونجا من به یاد میارم که در عملیات کربلای 4 و کربلای 5 که پشت سر هم تقریبا اتفاق افتاد و مخصوصا تو عملیات کربلای 4 شهدای زیادی تقدیم شد، عملیات کربلای 5 هم مدت طولانی درگیری ادامه داشت، در مدرسه که ما بودیم تقریبا یک سوم طلاب اون مدرسه به شهادت رسیدن در این دو تا عملیات. عنوان یکی از کسانی که شاهد اعدامهای 67 بوده، بزرگترین نقطه امتحان و ابتلای آیت الله منتظری رو مقطع 67 میدونن. ایشون قبلا هم نقد و نظرهایی رو پدیده‌های مختلف و اتفاقات مختلف بعد انقلاب داشت، اما جایی بود سر دوراهی ایشون قرار گرفت که من این دوراهی رو در یک ارتباط وجودی با حسین با عاشورا یکی از انتخاب‌های حسینی آیت الله منتظری میدونم. ایشون یک طرف حق و حقیقت و انسانیتی که بهش معتقد بود قرار داشت و در طرف دیگرش پست مقام و قائم مقامی رهبری که میتوانست با چند سبایی سکوت به اون دست پیدا کنه. آیت الله منتظری رو به نظر من صداقت و سلامتش و ارادتی که به امیر المؤمنین حضرت علی داشت و انس و الفتی که با نهج البلاغه داشت به این راه کشوند. این دوران هم در سالهایی که من خودم از نزدیک در جریان بودم، چه از طریق خانواده، چه از طریق خانواده های دوستانی که در سازمان فدایان فعال بودند و صدها و هزاران نفر بعدها از اونها دستگیر شدن و به زندان افتادن، که چگونه آقای منتظری از طریق نمایندگانش به زندانها فشار و مقامات قضایی فشار میاره و درخواست میکنه که حقوق زندانیان باید رعایت بشه. من یادم میاد در داخل زندان نماینده از ایشون میومد که حالا موقع با اسم مستعار میومد، یک روحانی جوان بود، میومد سرکشی میکرد به وضعیت زندانی ها. زندانی ها اون رو جدی نمی گرفتن، من خودم اعتراف می کنم، من می گفتم اینم یکی از اوناست و مشکلاتم رو نمی گفتم، ولی برخی هم می گفتن و بعدها ثابت شد که اون نماینده که می اومد و بعد از اعدام های 67 راهش نمی دادن و قاچاقی گاهی اوقات اون روابط و دوستانی که داشت دوباره می اومد تو زندان می رفت و جز به جز شکایت ها و گلگی هایی که بچه ها داشتن و با آقای منتظری منتقل می کردن. داستان و آقای پورمحمدی و میگه میاد قاضی ابلین و حسنالی نگیری و اینا رو من احضا کردم، گفتم حالا الان محرمه، تا حالا برپرسی اعلام کرده یه احترام محرم رو حفظ کنید، اولا نکنید. بعد یکی آقایون گفت ما 700 نفر الان مهیا کردیم برای اعدام، اجازه بدید یه 700 نفر رو
اعدام کنیم بعد و حرفشون کنیم. یعنی چه بدارم یه محرمه نکنید آخر کشتن که واجب نیست آخه چقدر بیدن ولی مخصوصا اینایی که حالا مخالف ما هم باشه اینا پسر من هم کشتن اما ما داره این سبب نمیشه که ما بیاییم تجاوز بکنیم به حقوق دیگران. او قائم مقامی رهبری رو به هیچ گرفت و حاضر نشد سکوت بکنه در برابر ظلمی که داشت اتفاق می افتاد و فاجعه‌ای که داشت به نام دین و به نام پیامبر و به نام اسلام داشت شکل می گرفت و اون فاجعه قتل عام زندانیان بود. همه زندانیان اون دوره بعد از فوت آقای منتظری واسو بالحق به یک دیگر سفارش بکنن نسبت به حق. من به شما بگم طرفدار حق باش، حامی حق باش، شما هم به من همینو بگید. تواصل باب تفاعله برای طرفینه، یعنی به همدیگر سفارش حق و. اما اون چه که باعث شد یک ملت بهشون احترام بذاره، طیف‌های مختلف بهشون احترام بذارن، به نظر من رفتار، منش و اخلاق ایشون بود. در دوره‌ای که ما کمبود منش داریم و به تعبیر شهید هدی صابر یکی از نواقص تاریخ معاصر ما فقدان منش است، آیت الله منتظری میتواند یکی از معلمان بزرگ منش و اخلاق برای مردم ما و به ویژه نسل جوان ما باشه. که خداوند به عقل کل پیغمبر اکرم میفرماد و شاور هم فی الامر، ای پیغمبر با مردم مشورت بکن در کار. این درسه، یعنی تو که پیغمبری با اینکه با منبع وحی مربوطی بازم این مردم رو به حساب بیار. وقتی که انسان ثابت شد، از آیات قرآن به دست میارن، وقتی انسان ثابت شد که دارای کرامت ذاتی هستش، اون وقت این انسان یک سری حقوق ذاتی هم داره که از جمله این حقوق ذاتی که حالا تعبیر بعضی رو میکنن به حقوق بنیادین و حقوق اساسی، از جمله این حقوق ذاتی و بنیادین از شود که حق حیات هست، حق تعیین سرنوشت هست، حق آزادی هست در همه ابعادش، آزادی اندیشه، آزادی مذهب، آزادی عقیده، آزادی بیان اندیشه و عقیده و از شود حق امنیت فردی و اجتماعی، که اینا حقوق بنیادینی هستش که همه انسان ها از جهت اینکه انسان هستن ازش برخوردار هستن. اون وقت اون حق، یکی از این حقوق بنیادین، حق تعیین سرنوشت هست که حق تعیین سرنوشت اندیشه سیاسی ایشون رو شکل میده که از همین طریق اون نظریه انتخاب رو مطرح. این در رتبه آقای منتظری هم در اوج قرار داشت. خودش زندان رفته بود، با زندانی ها با عقاید مختلف مذهبی، غیر مذهبی، ضد مذهبی نشست و برخاست داشت و این نشست و برخاست نشون میداد بهشون و برای ایشون یه تجربه وجودی شده بود که دیگری هم که مثلا مارکسیسته، دیگری هم که مذهب متفاوت با مذهب روحانیت داره، فهم دیگری از اسلام داره، اینا هم انسان‌هایی هستن گوشت و خوندار شبیه ما. اون چیزی که مرحوم طالاقانی میگفت، میگفت وقتی که حتی این بچهای چپو میبردن اعدامشون میکردن، گویی به قلب خود فرزندان من دارن تیر میزنن. این همزاد پنداری، این درک انسانی، درک رحمانی از دین، اون چیزی که لطافتی که ما در اخلاق پیامبران می‌دیدیم، اون چیزی که محمد میگفت من انی بو استول اتم و مکارم الاخلاق، این درک اخلاقی از دین، اون چیزی که ما در نگاه این نوع آدم‌ها می‌بینیم، کسایی که مذهب رو در این نوع انسانیت می‌فهمن. خدا صابر گاهی اوقات از بعضی از این بچه‌های مذهبی در سیاست
تاکتیک زنی نادرستی میدید با تعجب میگفت من تعجب میکنم مگه این آدم مذهبی نیست؟ یعنی این کلمه مذهبی رو تو گیومه به معنی ناصادق، نادرست، غیر شفاف به کار میبرد. این درک و دریافت وجودی در آقای منتظری به نظر من در اوج قرار داشت و همین درک و دریافت بود و تجربه هایی که در زندگیش داشت، به ویژه در زندان داشت، اون رو به همزاد پنداری با همه انسان ها رسونده بود. برای اون فرق نمی کرد کسانی که داره از حقوقشون دفاع میکنه کسانی هستند که فرزند خودش رو هم ازش گرفته بودند. یه نماینده ای به قول شما حالا خطش خط لیبرالیزمه مثلا یا نمیدونم خط چجوری، با بجرد حرفشو بزنه بعدم منطقی جواب بدید، هو نباشه. از من و شما که روحانی هستیم و آخون هستیم انتظار میرد که اگر چنونچه یه کسی هم یه حرفی دارد میدونیم کجه، وقت میگیرد انسان میره دوستان منطقی جواب میده. من یادم میاد بعد از اولین انتخابات ریاست جمهوری ایشون پیامی به رئیس جمهور وقت داد و اون پیامش با یک جمله از نهج البلاغه شروع شد که این پست و مقام ها امانت طعمه نیست برای شما. و خود آقای منتظری بزرگترین نمونه و سمبل آزمون پس دادن بر صداقت بر این آموزه ای بود که برای دیگری نوشت. السلام علیکم جمیعا و رحمت الله و برکاته. صلی علی محمد، البته خیلی خوبه، صلوات بر پیغمبر اکرم ثواب داره و درجه خود انسان هم بالا میبره. اما یار امام خوش آمد نه نون و آب میشد برای کشور، نه رفع نیازهای مردم رو میکن. پاسدار وظیفش اینه پاسداری بکن. پاسدار یه وقت تندروی نکنه دا، یه وقت مبادا این اسلحه که به دوشت اومده غرور بگیردت، مبادا یه وقت پاسدار بخواد از اسلحهش از قدرتش سوء استفاده بکنه دا، مبادا مأمور اگه شدی بری سراغ یه نفری تو گوشش بزنی توهین بهش بکنی، مگه تو قاضی بایستی؟ قاضی هم حق نداره تو گوشه کس بزنه، مگر اینکه یه کسی از طرف خدا محکوم باشه به اینکه حدی برش جاری کنن، حد برش جاری بایستی که قاضی به طرفین دعوا مثل هم نگاه بکنه، حتی هر دو رو جلو خودش بنشونه. ای قاضی بایستی که عدالت رو در همه جهت رعایت. خب پس یه پاسدار حق نداره مال مردم مصادره کنه، حق نداره تو گوش کسی بزنه، حق نداره به کسی توهین بکنه. آقای منتظری در دوره بعدی با تقوای بسیار زیادی که در درونش وجود داشت، یکی از درون مایه‌های اصلیش بود، تحمل این که بنابر مصلحت سیاسی نسبت به ملاحظات اخلاقی و ضوابط اساسی دینی ساکت بشینه رو نداشت. فراموش نکنید آقای منتظری معلم اخلاق بود در قم، معلم و مفسر نهج البلاغه بود، یکی از کسانی بود که بیش از هر چیز نمونه امام علی رو بهش مراجعه می کرد و در نمونه امام علی هم از نظر تاریخی ما ببینیم تفاوت اصلیش با خلفای دیگر عبارت از اینه که هرگز در احادیثی که نقل می کنن زندگانی علی ابن ابی طالب حاضر نشده مصلحت سیاسی روز و مصلحت قدرت رو چنان مهم ببینه که مصلحت رعایت اصول شر ای اخلاقی و ترس از خدا و عمل به احتیاط در مورد او رو فدا بکنه. ناگهانی میبینید شما در یک دوره قبل قاطعیت دل به دریا زدنه که ضابطه اصلی تعیین رفتار آقای منتظری است، در دوره بعدی نگرانی و اضطراب از این که الان که من به عنوان دین
با اسم دین دارم حکومت میکنم در پهنه تاریخ و در برابر قضاوت الهی که بهش اعتقاد راسخ داشت آقای منتظری چه باید پاسخ بگویم؟ مولا امیرالمومنین میگه از گفتار حق و مشورت عادلانه دست بر نداریم، بنابراین مردم باید آزاد باشن حرفشون رو بزنن. از اول که انقلاب شد همه یادتون است که مرحوم امام میگفت، ما هم به تبع ایشون میگفتیم، میگفتیم استقلال آزادی جمهوری اسلامی، آزادی یعنی مردم آزادن، نه ای که دولت آزاد هر کار میخواد بکنه، اما مردم باید دیک ندارند و خفه شد، آزادی یعنی مردم آزادن. بنابراین این جور امور لازم است که مسئولین توجه کنند. حتی اوایل جنبش سبز و سرکوب ها و بازتاب های بین المللیش مرحوم علامه فضل الله تو بیروت نگران شده بود که چه اتفاقی داره تو ایران میفته. من خب نگران جنس نگرانی ایشون رو میشناختم. ازم پرسیدن که چی کار دارن میکنن، ریختن تو خیابون علیه حکومت جمهوری اسلامی که به هر حال جنبش های آزادی خواه در طول این سه دهه احترامی قائل بودن برای جمهوری اسلامی. خود گروه هایی که در مقابل اشغال سرزمینشون توسط اسرائیل فعال بودن در فلسطین و لبنان به جمهوری اسلامی امید بسته بودن، اونا براشون مهم بود که تو ایران چه اتفاقی داره میفته و اونها رابطه خیلی خوبی با آقای فضل الله داشتن. ایشون از من پرسیدن که تو ایران چه خبره. من به ایشون گفتم که در واقع سوال ایشون این بود که اینا چی میخوان مشخصا. مسئله فقط انتخابات ظاهرا نیست دیگه، فراتر از انتخابات رفته. من به ایشون گفتم جنبش سبز چیزی بیشتر از اون چه که تو این سه دهه آیت الله منتظری میخواست نمیخواد، شما مطمئن باشید، و توضیح دادم بر اساس همین محور. همین ایشون رو آروم کرد و دعا کرد برای حیات آیت الله منتظری، گفت خدا ایشون رو زنده بداره و تا ایشون هست خیال ما راحت. یه نکته ای که به برادران داستان بگم، همیشه سعی کنید خوراک نخواهید هی برقاضی ها درست کنید، تا یه حادثه درست میشه یه پرونده بخوایم درست کنیم قاضی حکم کنه. هر پرونده که نباید پیش قاضی فرستو، یه حادثه یه اتفاق میفته، یه دعوایی میشه، یه مسئله احتکاری ها، یه چیزی، اینا رو نوعا نباید به مسئله قضاوت رسوند. این رو بایستی آقای داستان طرف رو بخواد، مثلا دفعه اولش احتکار کرده، دفعه اولش مثلا ممکنه یه چیزی مثلا قاچاقی یا اینکه ماده مخدری یا مثلا این چیزی اعلامی هم فسخ خونده، اینو دفعه اول نصیحت بکنی، تذکر بدی، بعد تعهدی ازش بگیری، بهش مثلا بگید عزیزم جانم برادران شما در جبهه ها دارن فداکاری میکنن، از شما آرست که بخواید مثلا احتکار بکنید، اینجور کارا رو بکنید. خلاصه تا میشه این با نصیحت و با موعظه و با مثلا تعهد و با اینجور چیزا تهدید، و اگه دفعه دوم باشد چه میکنیم و تو دل طرف در میار، یا خدا حافظ شما فوری پرونده نکندن دست آقای قاضی. بایستی که امور مهمه خطرناک را به مرحله قضاوت رسوند. ایشون در چند دوره امتحانهای بزرگی پس دادن و این امتحانها بود که ایشون رو، و این ابتلاعات بود به تعبیر قرآن، این کلماتی که ایشون دوچارش شد و فراز و نشیبی که پشت سر گذاشت بود که آقای منتظری رو به یک شخصیت محبوب و فراجناهی تبدیل کرد. سادگی و صمیمیت ایشون و اینکه در هر دوری هر اون چه رو که حق میدانست و اون چه رو که درست میدانست با تمام قد با تمام وجود پشتش میایستاد و از دادن هزینه برای اون ابایی نداشت. روحانیت خیلی قدرت است، اسلام خیلی قدرته، اما متاسفانه خودمونو مفت میفروشیم. بیرو درواسی عرض بکنم
قناعت داشته باشید و به حقوق سلاطین اعتنا نکنید. روزی رو خدا میرسونه. ان الله هو الرزاق ذو القوة المتین. فی اصول الکافی قال رسول الله صلی الله علیه و آله الفقهاء امناء الرسل ما لم يدخلوا في الدنيا. قيل يا رسول الله وما دخولهم في الدنيا؟ قال اتباع السلطان، فإذا فعلوا ذلك فاحذروهم على دينكم. بایستی روحانیت استقلال خودشو حفظ کنه. شما روحانیین جانشین پیغمبر اکرمی، شما جانشین خلفای راشد پیغمبری، شما جانشین بزرگان اسلامی. متاع خودتون را به اهل دنیا نفروشی. استقلال و مناعت طبعتون رو حفظ کنید و دفاع کنید از اسلام، خدا هم پشتیبان شما خواهد بود. ایشون شهامت اجتهاد داشت، شهامت ابتکار عمل داشت، شهامت این که فرمها و قالبها رو هماهنگ بکنه و تطبیق بکنه با اصول و اساس، اصول اساسی و مبانی دینی. من شنیدم که خانمایی که خب به هر حال طرفدار حقوق زنان هستن با ایشون مراوداتی داشتن. ایشون خیلی فقیه و اصولی بود، سختگیرانه فتوا میداد، راحت فتوا نمیداد. تا برای خودش یه چیزی مسلم نشده بود نظر نمیداد. ایشون گفته بود اگر برای من شما ثابت بکنید این فرمول بندی ارث با عدالت سازگار نیست، من حرف شما رو میپذیرم و معتقد میشم که میشود تغییر داد در این زواهر. روزنامه ها، جرائد، رادیو، تلویزیون، اینا که فقط مال دولت نیست. دولت رو مردم میارن رو کار. مردم نباید دستشون به رادیو تلویزیون برسه. رادیو تلویزیون فقط مال 4 نفر اونا که بالا میشینن که دستور میدن. مردم اگه حرفی داشته باشن حرفشون باید رادیو تلویزیون بخونن. روزنامه ها باید منتشر کنن افکار و نظریات مردم. تو دنیا اینجوریه. و اگر ما کوتاه بیایم پس گردنی میخوریم، عقب مونده. بهتون بگم اونجور که 2 نفر 3 نفر بشینن برای کشور تصمیم بگیرن این تو دنیای فعلی پیش نمیره. جمهوری معنیش نیست، یعنی حکومت مردم. حالا سفارش به حق کردیم، بعد پرونده واسه مون درست میکنن، اویل میبرندمون، بازداشتمون میکنن، چماق بهمون میزنن، کتک بهمون میزنن، دنبالش میگرد و تواصل به صبر، یعنی به یک دیگر سفارش کنید که در مشکلات و حوادث بردبار باشید، از میدون در نرید.
من در بعض سایت ها بوده که فرزندان من تقاضای نمیدونم عفو اینا کردن، اینا دروغه. هیچ وقت فرزندان من از کسی تقاضا نکردن و تقاضا هم نخواهند کرد. خود اونا اگه چنانچه سلاک میدونم دفعه هست بکنن، نمیدونن که خب ما هستیم، الحمدلله صابر و بردبارم هست. آزادی جمهوری اسلامی معنی آزادی معنیش بی‌بندوباری نیست، معنیش این است که انسان مطالبشو بتونه بگه و کسی هم وقت اگر چنون چیز اشکال داره بیاد اشکال علمی بکنه، با فوش دادن و با حمله کردن و روش گردن و دجال بازی ها هیچ وقت نمیشه تحقق مال کرد. اندیشه سیاسیت آیت الله زمنتظری ویژگی مهمش این هستش که بر مبنای کرامت ذاتی انسان بنا نهاده شده. از دیدگاه ایشون برخلاف بسیاری از اندیشمندان دینی، ایشون معتقدند که انسان به ما و انسان صرف نظر از اینکه چه عقیده ای داره و چه درجه از ایمان رو برخوردار هستش و اصلا آیا با ایمان هستش یا با ایمان نیستش، چون انسان هستش دارای کرامت. ایشون فتوای معروفی که خوب خیلی هم سرصدا کرده در دفاع از حقوق شهروندی بهائی‌ها دادن، ایشون ضمن مرزبندی عقیدتی که داشتن در این حال که بر اساس بر عقاید خودشون بودند، اما در این حال گفتن بهائی‌ها هم حقوق شهروندی دارند. من فکر میکنم این جمله رو نمیدونم دقیقا ولی حدس میزنم آیت الله منتظری از اون جمله امام علی در نامه‌ای که به مالک اشتر نوشته و میگه مردم یا با یا در دین با تو برادرند یا در آفرینش با تو برابرند، از اونجا الهام گرفته. کل زمانی که آیت الله منتظری از بعد از انتخابات سال 88 در این دنیا بود و در کنار جنبش بود کمتر از 190 روزه و دقیقاً 188 روز. در این 188 روز بسیاری از دشواری ها و تلخی هایی که برای دوستان ما و کسانی که فعالیت سیاسی می کردن و رنج می کشیدند و گاهی ناامید می شدن از شدت فشارها و سرکوب ها، ایشون براشون مثل تنفس صبحگاهی بود. اون روزی که دادگاه های نمایشی برگزار شد و اگر درست به خاطر بیارم آقای ابتهی و آقای اطریانفر اومده بودن و اعترافاتشون منتشر شد و اینها، و ما برای نخستین بار چهره های دوستانمون رو دیدیم که در دادگاه نشستن با اون پریشانی و خستگی و رنج انفرادی و شکنجه رو صورتهاشون پیدا بود، روزهای سختی بود. اون روز خب من ایران نبودم، من بیروت بودم.
کانون مدافعان حقوق بشر در سال 88 تندیس تلاشگر حقوق بشر را به حضرت آیت الله العظمی حسین علی منتظری تقدیم می‌دارد. ایشان در زمینه‌های نظری و عملی و با نادیده انگاشتن مقام و قدرت دنیوی و برخورداری‌های ناشی از آن از حق و کرامت واقعی انسان دفاع کرده است. مواضع فقهی ایشان در مورد حقوق شهروندی همه ایرانیان، تکیه و تأکید بر مشروعیت حکومت بر اساس آراء مردم و دفاع از حقوق مخالفان بر همگان روشن و آشکار است. آنچه کانون را در تقدیم این جایزه به شخصیت برجسته و علمی آیت الله ترغیب نموده، مواضع عملی ایشان است. از جمله مخالفت با اعدام‌های بی‌رویه در سال‌های 1360 و 1367، مخالفت با سختگیری حکومت علیه شهروندان و دفاع همه جانبه شجاعانه و مقتدرانه ایشان از جنبش سبز مردمی ایران است. کانون مدافعان حقوق بشر با تقدیر از تلاش‌های این عالم برجسته که سالها حصر و محرومیت و تحمل مرارت را برای ایشان به همراه داشته است و با تبریک به ایشان برای نیکنامی جاودانشان در نزد ملت ایران، با آرزوی سلامتی و تداوم راه پرارزش دفاع از حقوق انسان‌ها، تندیس تلاشگر حقوق بشر را در 19 آذر ماه 1388 مصادف با 10 دسامبر 2009 و 61مین سالگرد اعلامیه جهانی حقوق بشر تقدیم آیت الله العظمی حسین علی منتظری می‌کند. کانون مدافعان حقوق بشر: من به نظرم اون چه وظیفه‌ش انسان باید انجام بده دیگه، حالا خداوند به شما توفیق بده. گرفتاری هم اگه پیدا میکنید، قرآن میفرماد انما یوفی الصابرون اجرهم بغیر حساب. خدا با اون عظمت اگه بگید بغیر حساب، معلوم شد خیلی بی حسابه. نه، نمیتوانم فراموشت کنم. زخم های من بی حضور تو از تسکین سرباز میزنن. بالهای من تک تک فرو می ریزند. برهای مسیح را می بینم که به دنبالم می دوند و نشان فلوت تو را می پرسند. نه، نمی توانم فراموشت کنم. خیابانها بی حضور تو راههای آشکار جهنمند. تو پرندهی معصومی که راهش را در باغ حیات زندانی گم کرده است. تک صورتی ازلی بر رخسار تمام پیامبرانی، باد تشنه تابستانی که گندمزاران رسیده در خدوم تو خم می شوند، آشیانه رودی از برف که از قله های بهار فرو می ریزد. نه، نمی توانم، نمی خواهم که فراموشت کنم. تپه های خشکیده از پله های تو بالا می آیند تا به بوی نفس های تو درمان شوند و به کوهستان بازگردند. ماه هزار ساله دست نوشته آخرش را برای تو می فرستد تا تصحیحش کنی. نه، نمی توانم فراموشت کنم. دزلالای اسیانگری که به چشمه خود باز می رود، خونین شده در رودها که به جانب دریا روان است.